سلام بر شما. حضور شما را در کلاس تارنمای دموکراسی خوش آمد می گویم. تدریس این دوره آموزشی بر عهده من است. من محمد رضا نیکفر هستم. این جلسه پنجم هست و ما نیمی از کورس رو پشت سر گذاشتیم. برای اینکه ببینیم ما کجا هستیم، یک نگاهی می اندازیم به راه طی شده. در جلسه اول پرداختیم به ایده دموکراسی و دیدیم که معنای اون در عصر جدید چی است و در نسبت به دوران باستان سنجیدیم این معنی رو. در جلسه دوم بر بنیاد آنچه که در جلسه نخست گفتیم، مسئله مردم رو به عنوان بنیاد قدرت مطرح کردیم و رضایت آنان رو به عنوان بنیاد مشروعیت یک سامان سیاسی در عصر جدید. موضوعات جلسه سوم و چهارم مکانیزم های محدود کردن قدرت بود. در جلسه سوم با این مفاهیم کار کردیم: قدرت، تبعیض، حق و عدالت. و در جلسه قبل، یعنی جلسه چهارم، با مفاهیم‌های پاسخگویی، مسئولیت و شفافیت کار کردیم. حتما یادتون هست که من در جلسه چهارم وزن اصلی رو گذاشتم روی مسئله اخلاق و سیاست و در این جلسه یک معیاری به دست آوردیم برای اینکه ببینیم سیاست کی با اخلاق درآمیخته است و به این معیار رسیدیم که به این صورت جمع‌بند کردیم: تنها تضمینی که وجود دارد برای اینکه حوزه سیاست اخلاقی بشه، علنیت و شفافیت اون حوزه است و شرط اصلی شفافیت وجود رسانه‌های آزاد و کلاً آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات. خب حالا می‌خوایم ببینیم که کجای کار هستیم و الان چه کار میخواییم بکنیم. ما در این اون چیزی رو که بیان کردم مربوط به چهار دوره، چهار جلسه که طی شد، یعنی ما اگر بخوایم کل کورس رو ما به صورت خلاصه در بیاریم، من به این صورت آمادش کردم: طرح کلی مباحث ما مفهوم دموکراسی در جلسه 1 و 2 و بعد مکانیزم های محدود کردن قدرت در جلسه 3 و 4. و ما در این 4 جلسه که شامل این جلسه هم میشه به آزادی و حق میپردازیم. در این جلسه عمدتاً میپردازیم به مبحث آزادی، جلسه آینده به مبحث حق، بعد میایم در جلسه 7 واقعیت آزادی رو که چجوری متحقق میشه، چه مکانیزمی، چه سامانهایی، و جلسه 8 رو از میون مجموعه مباحث که به مبحث بزرگ آزادی و حق تعلق داره موضوعی رو برگزیدیم که برای ما جالبه و اون مسئله دین و دولت هست و اینکه در یک سامان دموکراتیک دین کجای کار قرار داره. خب میپردازیم به مبحثی که امروز میخوایم بهش، موضوع کار ماست، یعنی مسئله آزادی. ما ابتدا آزادی رو میایم ببینیم چی هست. برای منظور یک طرح تاریخی عرضه میکنیم در مفهوم باستانیش چی بوده، در گذشته ها در معنای جدیدش چی هست،
به این اعتبار میپردازیم این مسئله آزادی از دیدگاه روشنگری، موضوع جالبی که شاید زیاد نتونیم روش کار کنیم، موضوع آزادی منفی و مثبت هست. بعد دیالکتیک سیستم و آزادی رو بررسی میکنیم، آزادی و حق، آزادی و قانون، حکومت قانون، آزادی و مالکیت، آزادی و عدالت. میبینید که خیلی این جلسه کار زیاد داریم و امیدوارم که بتونیم بپردازیم به اینا. خب آزادی، میدونید که آزادی مقوله اصلی نظریه سیاسی، یعنی هر نظریه سیاسی در کانونش در دوران ما میبایست موضوع آزادی رو بگذاره. چگونه آزادی رو میشه متحقق کرد و ازش حفاظت کرد. پیش از عصر جدید ما به این مقوله به این صورت بر نمیخوریم. در اندیشه سیاسی پیش از عصر جدید، چه در فلسفه سیاسی مثلا در نزد ارسطو، نزد افلاطون و کسانی مثل اینها، و همچنین در سیاستنامه ها و نامه های اعمال پادشاهان، در شاهنامه ها به زبان های مختلف که به نوعی مسئله قدرت سیاسی رو درش مطرح کرده و مسئله کشورداری رو، مسئله حکومتداری رو، رابطه دولت و مردم درشون مطرح شده، حالا چه در قالب خیلی انتزاعی فلسفی باشه یا خیلی کنکرت به صورت حکایت ها، ما هرچی اینها رو ورق بزنیم به مقوله آزادی بر نمیخوریم. در کانون توجه اینها مسئله تدبیر قرار داره. تدبیر بر اساس تبعیت، تبعیت از یک نظم کیهانی، تبعیت از ایده خیر، تبعیت از سنت، تبعیت از شاه. ما در این گذشته های دور تدبیر و تبعیت، این کل اندیشه سیاسی پیش از عصر جدید. در عصر جدید هم ما مسئله تدبیر رو داریم، یعنی همش موضوع این است که یک سامان سیاسی رو ما چگونه نظم بدیم که این سامان فونکسیون داشته باشه، کارکرد داشته باشه، این همزیستی صلح‌آمیز انسان‌ها رو تضمین کنه یا اینکه به اون کشور قدرت بده و در کانونش به ویژه جریان بزرگ لیبرالیسم که بعداً بهش میپردازیم که این جریان چی هست، در کانون فکر خودش موضوع آزادی رو قرار داده. بنابراین میتونیم بگیم که بخش عمده اندیشه سیاسی عصر جدید بر اساس تدبیر هست بر بنیاد آزادی. پیشتر تدبیر هست بر بنیاد تبعیت، عبودیت. در سنت اسلامی، یعنی اون مجموعه اندیشه سیاسی خام یا پرورده شده ای رو که در این دایره تمدنی اسلام رشد کردن و بهش میگیم اندیشه اسلامی یا فرهنگ اسلامی، ما هیچ مقوله ای به اسم آزادی نداریم. یک مقوله ای داریم به اسم حریت یا به فارسی آزادی که
اون آزادی با آزادی که امروز ازش صحبت میکنیم خیلی تفاوت داره و یکی از نکات مهم بحث امروز ما این هست که بفهمیم که لغت آزادی که مثلا ما در نزد حافظ بهش بر بخوریم با آزادی که امروز ازش صحبت میکنیم آیا یکی هستن یا اینکه به دو تا جهان متفاوت تعلق دارند. آزادی در مفهوم کهن کلمه اون چیزی که در این دایره تمدنی بزرگ یهودی اسلامی مسیحی بهش برمیخوریم، یعنی در این منطقه اروپای مسیحی و این منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که اشتراکات تمدنی زیادی دارن، تیپیک سنخنما برای مفهوم حریت در این اونها در 2000 اخیر و شاید بیشتر یک دیدگاهیه که بهش میگیم دیدگاه کلبی. کلب که میدونید که به عربی یعنی سگ. کلبی اصطلاحیه که به کار بردند برای یک مکتبی که یک چهره مهمش فیلسوف یونانی هست به اسم دیوژن. این دیوژن همون آدمیه که مولوی در اون شعر مشهور میگه دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. در این عکس یک عکسی است که به هر حال فانتزیه، در عصر جدید کشیده شده، دیوژن رو میبینید که در یه سگدونی نشسته و اهالی رد میشن و با شگفتی یا با مسخره بهش برخورد میکنن. در مورد اینکه چرا به دیدگاه دیوژن که حدود 323 پیش از میلاد درگذشته، دیوژن یعنی در واقع میشه شاگرد یکی از شاگردهای سقراط، چرا بهش میگن کلبی، یه مقدار اختلاف نظر هست. برخی ها معتقدند که این به خاطر محله‌ای بوده که این استاد دیوژن در زندگی میکرده، اسم این محله در آتن بوده کینو زرگس و کینو به معنی سگ هست و یک داستانی هم وجود داره که نه به خاطر اینقدر زندگی ساده و این ولگرد توی خیابون این سگ ولگرد زندگی میکرده بهش میگن زندگی کلبی. بعد دیدگاه کلبی یا کلبی مسلکی دو تا معنی من معمولا به کار میبرن، یک این حالتی ساده زیستی درویشی مطلق، یکی به معنی دیدگاهی که با تمسخر همراه است. داستان مشهور دیوژن با اسکندر رو لابد شنیدید که میگن اسکندر که آمد آتن یک بار دید یک جای این دیوژن روی پله های نشسته، رفت بالا سرش گفتش که خب تو آرزوی داری، خواستی داری،
تا من برآورده کنم و دیوژن میگه که برو کنار آفتاب بیاد. یعنی میگن انقدر این از رنگ تعلق درش وجود نداشته، دوری میگزیده از تعلق. این دوری گزیدن از تعلق، این وارستگی، این عدم اتکا و اعتماد به دنیا و این دل کندن از دنیا، اون چیزی بوده که در فرهنگ ما بهش آزادگی گفته می شده، بهش می گفتن حریت. شاید بهتر از همه حافظ این رو بیان کرده باشه، خلاصه این اندیشه رو در یک بیت که من می شناسید، میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. توجه کنید، ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اینجا آزاد بودن، این حالت کنده بودن از تعلق رو، از مالکیت رو، از خواسته رو و از خواستنی رو بیان میکنه. الان آیا این گونه است؟ الان ما وقتی میگیم آزادی میخوایم، میخوایم به این حالت دلکندگی برسیم، یا این که ما اصلا در یک جهان دیگه زندگی میکنیم و اتفاقا میخواییم رها باشیم برای دلبستگی هامون؟ یک ذره بیشتر کار کنیم سر این. اون برگردیم به دیوژن. دیوژن در یه عصری هست که در جامعه آتنی، یعنی اون دولت شهر آزاد، رو به زوال گذاشته. یعنی الان اسکندر اومده از ناحیه مقدونیه و این شهرهای یونان رو یکی یکی میگیره و تبدیل به یک امپراتوری بزرگ، و این امپراتوری همینطوری گسترش پیدا میکنه و میاد از ایران هم میگذره و میره این ناحیه افغانستان کنونی هم که اون موقع خود جزء ایران بزرگ بوده، میره تا هندوستان و از این برم گسترش پیدا میکنه و این امپراتوری بزرگ رو اسکندر روی خرابه های در واقع این دموکراسی های یونانی بنا میکنه. ما در نزد ارسطو، اگر یادتون باشه، در جلسه نخست به نوعی با مفهوم آزادی برخورد کردیم. یعنی آزادی بود اون حق اون آزاد مردان آتنی برای اینکه مشارکت داشته باشن در سرنوشت دولت شهر خودشون، یعنی حق تعیین سرنوشت به نوعی مطرح بوده در دوره‌ای که ارسطو هنوز زندگی میکنه، ولی بلافاصله این حق تعیین سرنوشت دیگه معنی پیدا نمیکنه. یک سرپنجه قوی به اسم اسکندر آمده و همه این بساط رو به هم میزنه. پس از زوال دموکراسی آتن، دیگه مسئله حق تعیین سرنوشت خود
تعیینگری، یعنی من خودم تعیین کنم که چگونه میخوام زندگی کنم، شهر رو چه سامانی میخوام بدم، دیگه ما بهش برخورد نمی کنیم. خیلی ضعیف میبینیمش در برخی قیام ها، در برخی خیزش ها و در برخی از شهرهای قرون وسطایی اروپا به صورت شورای شهر با اختیارات بسیار محدودی. بنابراین اصلا وجود نداره تا آستانه عصر جدید، میتونیم نادیده بگیریم، وجود نداره چیزی به اسم حق تعیین سرنوشت. این که گروهی باشن، جماعتی باشن که اینا بگن ما میخواییم خودمون سرنوشت خودمون رو تعیین کنیم و به این اعتبار بگن که ما آزادی میخواییم. اولین حادثه مهمی که ما برمیخوریم که بوی مبارزه برای حق تعیین سرنوشت رو میده در مقاومت اشراف انگلیس هست در برابر پادشاه که یک جلوه بزرگی رو پیدا میکنه در اون چیزی که بهش میگیم مگنا کارتا. مگنا کارتا یعنی منشور کبیر. اشراف در برابر پادشاه مقاومت میکنن و خواستشون این میشه که پادشاه ها تو اگر میخوای قانونی برای مالیات وضع کنی و از ما مالیات بگیری، نظر ما رو هم باید بپرسی. یعنی ما میخوایم مشارکت داشته باشیم در تعیین حد دادن مالیات و چگونگی این. کشاکش باعث میشه بالاخره یک قراردادی نوشته بشه بین پادشاه و بین اشراف و این قرارداد رو بهش میگیم مگنا کارتا. پادشاه وقت انگلیس جان هست اسمش و این قرارداد در سال 1215 یعنی در آغاز قرن 13 بسته شد و همینطوری دیگه ادامه پیدا کرد. یعنی ابتدا این طبقه اشراف در انگلیس بودند که هی حق تعیین سرنوشت گرفتن و حق در واقع آزادی گرفتن، آزادی اختیار بر مالکیتشون و قلمروش خودشون رو گرفتن در برابر پادشاه و هی پادشاه رو عقب روندن و بعدن این گسترش پیدا کرد به عنوان یک منش در کل مردم و در سرتاسر اروپا و در درجه نخست در اروپای غربی. ما در این حرکت ها برای تعیین سرنوشت هست که دوباره با مفهوم آزادی بر میخوریم. اسم کامل این مگنا کارتا هست مگنا کارتا لیبرتاتوم. لیبرتاتوم یعنی آزادی، پس میشه مگنا کارتا لیبرتاتوم به لاتین یعنی منشور کبیر آزادی. آزادی در اینجا با اون آزادی در شعر حافظ خیلی فرق میکنه. معنای آزادی در اینجا حق خود تعیینگری هست، یعنی من خودم تعیین بکنم، نه دوری گزیدن از تعلقات.
اتفاقا یک جور دفاع از تعلقات درش وجود داره. میبینیم که اون مفهومی که در نزد حافظ اون دیدگاه کلبی مسلک شبیه به دیوژن که در نزد حافظ برمیخوریم ولی جهان دیگه است و تفاوت اساسی داره با اون چیزی که ما در مگنا کارتا بهش برمیخوریم. وقتی هم که مردم ایران در خیابان‌ها 33 سال پیش شعار آزادی دادن، 2 سال پیش شعار آزادی دادن، این آزادی به این معنی نیست که ما میخوایم بیایم و از تعلقات دوری کنیم. کسی که میخواد از تعلقات دوری کنه، یعنی با اون شیوه کلبی مسلکی که تظاهرات نمیکنه، همه چیز رو واگذار میکنه. کسی که میخواد مشارکت داشته باشه، کسی که میخواد خودش سرنوشت خودش رو تعیین بکنه، میره تظاهرات میکنه، اکسیون سیاسی داره. بنابراین باید خیلی توجه بکنیم به اینکه این مفهوم آزادی که ما الان به کار میبریم مفهومی است جدید و در اندیشه سنتی از جمله در اندیشه اسلامی ما به این برخورد نمی کنیم. همین مگناکارتا رو، مگناکارتا لیبرتاتوم رو در نظر بگیرید که گفتیم اشراف قیام کردن در برابر پادشاه و پادشاه رو سر جاش نشوندن و گفتن از حالا به بعد تو نمیتونی هر چی خواستی از ما پول بگیری. این اتفاق در سال 1215 افتاد. حالا ما میریم ببینیم مثلا 500 سال بعد چه اتفاق میفته شبیهش. یه اتفاق داریم از برخی نظرها شبیه اون هست. اینو داستانی داره بهش میگن تی پارتی، یعنی ظاهراً مهمانی چای. ماجرا از این قراره که دولت انگلیس که اون موقع امریکا، ایالات متحده کنونی زیر سلطه اون، بخش بزرگش زیر سلطه اون قرار داشت، خیلی مغروض شده بود و تصمیم گرفتش که مالیات ها رو افزایش بده، از جمله در مستعمرات. یکی از مستعمرات بزرگ همین منطقه آمریکای شمالی بود. دستور دادن مالیات ببندن بر شکر، مالیات ببندن از جمله بر چای. خیزشی صورت گرفت در بندر بوستون در سال 1773 و عده‌ای از اهالی خودشون رو به لباس سرخپوستی درآوردن و این محموله های چای رو ریختن تو دریا و این حرکت در تاریخ امریکا رو بهش میگن تی پارتی. شعار تی پارتی که در واقع یکی از مهمترین حرکت ها در تاریخ امریکا است برای کسب استقلال، این شعاری است که من اون پایین نوشتم. میگه No taxation without representation، یعنی بدون حق نمایندگی مالیاتی در کار نیست، ما مالیات نمیدیم. یعنی چی؟ یعنی نماینده های ما هم باید باشن در تصمیم گیری بر سر امور و از جمله میزان
تعیین مالیات، یعنی ما میخواییم مشارکت داشته باشیم، ما میخواییم خودمون تعیین کنیم، در تعیین کردن سهم داشته باشیم. این درست شبیه همین حرکت مگنا کارتا لیبرتاتوم هست، ولی با یک فاصله حدود 550 سال و همینطوری ادامه بدیم و بیایم تا امروز میبینیم یک حرکتی شروع شده که مردم میخوان مشارکت داشته باشن، میخوان خودشون سامان خودشون رو تعیین بکنن و این حرکت در همه جاست، در مصر، در عراق، در ایران، در خود امریکا، در اروپا، یعنی این تقاضا برای مشارکت، تقاضا برای حضور، تقاضا برای ریپرزنتیشن، حرکت بزرگی که بهش میگیم حرکت آزادی. و این حرکت حرکتی از ویژه عصر جدید. من این مثال های تاریخی رو برای این من مطرح کردم برای که ببینید مختصات شبیه به همه و متاسفانه فرصت کمه که مثال های بیشتری بزنم برای که نشون بدم یک الگوی وجود داره و این الگو همه جا داره تکرار میشه. مثلا در ایران آمدن گفتن ایران برای ایرانیان، یعنی ما مشارکت میخوایم، یعنی سهم میخوایم، میخوایم خودمون تعیین بکنیم. در جنبش زنان میگیم حق بر بدن خود، به هر گونه، به هر لباسی که من بخوام این رو درش میارم. در حرکت جنبش جوانان داریم حق تعیین سبک زندگی، من هر گونه که بخوام دوست دارم بپوشم، هر موسیقی که علاقه داشته باشم میخوام بشنوم، به کسی مربوط نیست، من که خون کسی رو نمیریزم، من که آزادی دیگری رو محدود نمیکنم. در سرتاسر جهان این ایده حق تعیین سرنوشت در حال گسترشه، در عصر جدید در دو بُعد کلان، مثلا قیام ملت ها برای استقلال، برای آزادی، در گروه ها، جوانان، گروه های قومی، گروه های مذهبی، زنان، و بعد در بُعد خرد، افراد هم میخوان آزاد گذاشته بشن، در خانواده، در محله، در شهر، در کشور، در حرکتشون در سطح جهان و در انتخابهایی که میکنن میخوان آزاد گذاشته بشن. به این جریان عمیق که در عصر جدید شروع میشه و این خواست آزادی، اشتباه نیست اگر بهش بگیم جریانی بزرگ و عمیقی لیبرالیسم، یعنی آزادی خواهی، آزادی طلبی. لیبرالیسم در دو معنی میشه به کارش ببریم، یکی به معنی این جریان عمقی، یکی در یک مفهوم خیلی تنگ کلمه، یعنی فقط آزادی مالکیت، آزادی فردی و بعد به علاوه توجه خاص به آزادی مالکیت که این تاکید رو در مکتب مشهور به نئولیبرالیسم برخورد میکنیم که کسانی که هستن که
از دولت میخوان دست سرمایه دارای بزرگ رو آزاد بگذاره و دخالت نکنه در برنامه ریزی اقتصادی. به اینا میگیم در اقتصاد میگیم جریان نئولیبرال. ولی ما در این معنی کار نداریم، لیبرالیسم رو در این معنی به کار نمیبریم، بلکه در معنی عمقی کلمه، در معنی عمیق کلمه، ژرف کلمه. مثلا خود اندیشه سوسیالیستی در نزد کارل مارکس این بنیاد لیبرالی رو داره، چون مارکس هم اونچنان که در همراه با دوستش فریدریش انگلز در مانیفست حزب کمونیست میگه، نهایت ایدئالشون این هست که به آلمانی میگن به زلف بشتیمونگزرشت، یعنی حق تعیین سرنوشت برسه، که افراد برسن به جایی که در واقع به این سلف دیترمینیشن، به این خود تعیینگری برسن. به این اعتبار بنیاد این ایده سوسیالیستی لیبرالیزمه. ولی در تقابل قرار داره با اون مفهوم تنگ لیبرالیزم که گفتیم فقط روی مسئله مالکیت خودشو محدود میکنه. این جریان در ایران هم یه دفعه یک زمانی هست که پا میگیره. در کی؟ در آستانه انقلاب مشروطیت این ایده نوز میگیره، نشو و نما میکنه و گسترش پیدا میکنه و پروسه ای شروع میشه که هنوز این پروسه، این روند بسته نشده. اول چجوری این شروع میشه؟ جنگ های ایران و روس رو داریم و شکست ایران از قوای پیشرفته روس، از توپخانه روس. بعد اون موقع فرمانده سپاه ایران شاهزاده شجاع و مدبر عباس میرزا است و عباس میرزا خیلی دچار شوک میشه و متوجه میشه که یک اتفاقی در جهان افتاده. یک دفعه میفهمه که ایران عقب افتاده. در دربار یک جور دیگه فکر میکردن، هنوز خیال میکردن که شاه ایران قبله عالمه و شاه شاهان جهانه. ولی این شاهزاده دریافت که ایران به صورت وحشتناکی عقب افتاده. این ادراک عقب افتادگی به صورت سوال مطرح میشه در ذهن نخبگان اون دوره و این برخورد که با کشورهای دیگه، از یه طرف عثمانی، از طرف دیگه روس و بعد انگلیس و فرانسه، این دیدارها که صورت میگیره، این پرسش مطرح میشه خب چرا ما عقب افتادیم؟ به این نتیجه میرسن اندیشمندان اون موقع، کسانی که ذهن داشتن برای اینکه فکر بکنن در این مورد، که ما احتیاج داریم به یک سامان دولتی، باید قانون داشته باشیم، باید حق داشته باشیم ملت و باید آزادی داشته باشیم. آزادی در اینجا وارد میشه و به معنی مشارکت در حق تعیین سرنوشت ملی هست. هنوز مسئله به صورت آزادی فردی مطرح نیست در اون چیزی که ما امروز ازش درک میکنیم. بیشتر این حق مردم در تعیین سرنوشت خودشون در شعار آزادی متجلی میشه. خودشم
به صورت خواسته های مشخصی نشون میده، از جمله آزادی بیان، این که مثلا ما جریده داشته باشیم، یعنی روزنامه داشته باشیم و بتونیم اظهار نظر کنیم، انتقاد بکنیم. در این آزادی و حریتی که در عصر مشروط مطرح میشه، دیگه اون آزادی و حریت به معنی بری بودن از تعلقات نیست، یک چیز کاملا دیگه است، یک چیز نو هست که شوک ایجاد میکنه برای کسایی که مشکل داشتن با این. و از همه مهمتر روحانیت، بخش بزرگ روحانیت به جز تعداد محدودی از چهره های سرشناس مخالفت میکنن با این اندیشه هایی که آمده، و کسی که خیلی مخالفت جدی میکنه و در این مورد نامش در تاریخ ایران ثبت شده، این آقای شیخ فضل الله نوری هست که من اینجا عکسش رو گذاشتم برای شما، و دو تا جمله خیلی مشهور از ایشون رو که ببینید چی فکر میکنه. این دو تا جمله رو توجه بکنید، ببینید لغت آزادی درش چگونه به کار برده شده. خیلی هم دقیق به کار میبره اینجا لغت آزادی رو. شیخ فضل الله نوری که با مشروطه به اسم شرع مخالفت میکنه، میگه آزادی قلم و لسان، لسان یعنی زبان، از جهات کثیره منافی با قانون الهی است. اگر نه تو بگو فایده این آزادی چیست که این کلمه قبیح را نشر میدهی. آزادی رو میگه کلمه قبیح، یعنی زشت. و بنای قرآن این است که آزادی نباشد. فوراً هم یک مثال افراطی میزنه، میگه اگر فردا یهود و نصاری و مجوس و بابیه آمدند پای منبر و محراب ما الغای شیطنت کردند، نشر کلمه کفریه خود را کردند، ایجاد شبهه کردند و قلوب صافیه مؤمنان را تذلیل کردند، تو میخواهی چه کنی؟ یعنی میگه اگر آزادی باشه و دیگرون موقع از نظرش یهود و نصاری و مجوس و بابیه، مجوس یعنی زرتشتی، اینا اگر آمدن و از این آزادی استفاده کردن و بخواستن اظهار نظر بکنن، تو میخوای چه کار بکنی؟ این اوج وحشت برش بوده که کسی بخواد حرف دیگه ای رو بزنه. جمله دوم رو بخونیم که اینجا علاوه بر آزادی با مساوات هم، یعنی برابری هم مخالفت میکنه. میگه اگر منظور و مقصودتان از مشروطیت اجرای قانون الهی و حفظ احکام اسلام بود، چرا خواستید اساس آن را بر حریت و مساوات قرار دهید؟ در حالی که هر یک از این دو مؤذی، یعنی اذیت کننده، صدمه زننده، که هر یک از این دو مؤذی رکن قویم قانون الهی است، یعنی حریت و مساوات صدمه میزنه به قانون اساس قانون الهی.
جمله بعدی خیلی مهمه، میگه قوام اسلام بر عبودیت است نه به آزادی. و بعد ادامه میده بنای اسلام به تفریق، یعنی جدا کردن و جمع مختلفات است، یعنی جدا میکنه بعد طبقه بندی میکنه و جمع میکنه، نه به مساوات. یعنی مثلا زن داریم، مرد داریم، اینا مختلفن و مساوی نیستن. بعد در جامعه طبقات مختلف رو داریم و در جامعه پیروان دینهای مختلف رو داریم که اینا هم در کشور اسلامی حقوق مساوی ندارند. در این گفتار شیخ فضل الله به درستی ما میبینیم چه اتفاقی در میفته در مشروطیت. یعنی ایده آزادی مطرح میشه به معنی حق تعیین سرنوشت و حق آزادی بیان، و بعد ایده مساوات مطرح میشه. ایده مساوات یعنی برابری، و ایده آزادی چسبیدن به هم دیگه، و این دوتا با همن. و بی خودم نیست که این آقای شیخ فضل الله اینگونه باهاش مخالفت میکنه. همین دید اساس اون چیزی است که بهش میگند ولایت فقیه. ولایت فقیه بنیادش بر سرپرستیه، یعنی سرپرست وجود داره، یک ولی وجود داره، و اون رکن قویم حکومت، اساس حکومت، و اون هست که در نهایت تعیین میکنه. از طرف دیگه مثلا ما میبینیم که در جنبشی که منجر به انقلاب شد درش عنصر آزادی خواهانه هم قوی بود، برخی از عناصر آزادی خواهی مدرن هم وارد کردن در این چیزی به اسم جمهوری اسلامی. یعنی پارلمان وجود داره، ظاهرن آزادی مطبوعات وجود داره و قانون وجود داره، و بعد این هم ترکیبش کردن با یک عنصر سنتی به اسم ولایت، و این دوتا با هم دیگه جور در نمیان و مدام در تنش به سر میبره این سامانی که درست کردن. این تنش یک تنش خیلی جدیه که ما در اخیراً یک نمونه خیلی برجستش رو ما دیدیم. شاید توجهتون جلب شده باشه به سخنان صادق لاریجانی، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در 13 بهمن 1390، یعنی همین چند روز پیش. سخنان ایشون در این روز بازتاب خیلی وسیع پیدا کرد و ایشون آمد گفتش که پیوستن ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر کار اشتباهی بود. چرا گفتش کار اشتباهی بوده؟ آمد انتقاد کرد به یکی از بندهای این اعلامی، به بند 29. اول ببینیم بند 29 چی میگه. بند 29 اعلامی جهانی حقوق بشر میگه که 1. تعهدات هر کس فقط در قبال جامعه ایست که رشد آزاد و کامل شخصیت او را امکان پذیر میکند.
دو، هر کس در اعمال حقوق و بهره‌گیری از آزادی‌های خود فقط شامل مشمول محدودیت‌های خواهد بود که به حکم قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و احترام لازم به حقوق و آزادی‌های دیگران و رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک مقرر شده باشد. لاریجانی چه انتقادی داره به این؟ میگه من عینش رو از یکی از روزنامه‌های رژیم میخونم. میگه که آملی لاریجانی افسود در ماده 29 اعلامیه حقوق بشر اشاره شده است که برای آزادی ها حدودی برشمرده و عنوان کرده آزادی ها مطلق نیست و بر اساس قوانین کشورها قابل تعریف و تغییر است، به شرط آنکه سه اصل مورد توجه قرار داده شود: ابتدا در مسیر احترام به حقوق دیگران باشد، دوم مقتضیات عادلانه اخلاق رعایت شود، و سوم اینکه نظم عمومی و رفاه همگانی را خدشه‌دار نکند. تا اینجا درست میگه آقای لاریجانی. ولی مشکل آقای لاریجانی کجاست؟ میگه ادامه میده، میگه که زمانی که از آنها، یعنی از مدافعان اعلامیه جهانی حقوق بشر، پرسیده شود آزادی ها و رفاه عمومی و در نهایت رعایت سه نکته مورد توجه بر مبنای تشخیص چه مقامی خواهد بود، اشاره می کنند که با تشخیص جامعه دموکراتیک است، که این نشان دهنده آن است که اینها با این عبارت قصد دارند به صورت پنهانی ارزش های جامعه لیبرالی را به خورد دیگران بدهند. سوال خیلی دقیق می کنه، میگه که در نهایت کی تعیین می کنه؟ میگه که مدافعان حقوق بشر میگن در نهایت خود جامعه است تعیین میکنه. آقای لاریجانی میگه اینو ما قبول نداریم. یک مقام دیگه‌ای، یک شأن دیگه‌ای باید در نهایت تعیین بکنه. که از نظر حضرات این مقام ولی فقیه. بنابراین دعوا سر دو تا الگوی مختلفه که من این دو تا الگو رو به صورت شماتیک براتون روی تخت سفید نشون میدم. ما یه الگوی خودبنیادی، خودرهبری، خودفرمانی رو داریم که بر مبنای اون منشأ قدرت و منشأ هنجارها و قانونها خود جامعه است. در روی تخت سفید میبینید که اون ناحیه رو که من به صورت نارنجی کشیدمش، فرض کنید که اون حوزه هنجارها و قانونهاست و اون پایین اون محدود آبی رنگ حوزه جامعه است. میبینیم که طبق این شمایی که ما کشیدیم اینجا این تعیین میشه، این هنجارها و قانونها توسط جامعه و تأثیر میذاره به روی جامعه و جامعه دوباره اینها رو تعیین میکنه. این یه الگوست. یه الگوی دیگه هم هست که بهش میگیم الگوی دیگر بنیادی به جای خود بنیادی، یعنی بنیاد در یه دیگره، در یک چیز دیگه‌ای جز خود جامعه است. تز این چیه؟ میگه منشأ قدرت و منشأ هنجارها و قانونها خود جامعه نیست، اون بالا وایساده و اون هست که تعیین میکنه، اون متکی بر جامعه نیست. و به این جهته که دیدید که من یه خط قرمزی کشیدم که این جدایی رو نشون بدم. این خلاصه درس ماست.
یعنی دموکراسی میشه اون الگوی اول، یعنی خود بنیادی، خود تعیینگری، و با یک الگوی دیگه ما مشکل داریم، الگوی دیگر بنیادی. و این الگوی دیگر بنیادی به صورت انواع و اقسام استبداد هاست که ما در طول تاریخ بهش بر میخوریم. تا پیش از عصر جدید همه الگوهای حکومتی به جز یه دوره محدودی در برخی جاها مثل آتن، اونم با کلی اما اگر که در جلسه اول در مورد صحبت کردیم، همه الگوها الگوهای در واقع دیگر بنیادی هست و عصر جدیده که به هم میخوره. ما حرکتش رو از مگناکارتا شروع کردیم و دنبال کردیم و اشاره کردیم در مشروطیت، و انتقاد شیخ فضل الله هم این هست که ما اساس تفکر اسلامی بر خود بنیادی نیست، بر دیگر بنیادیه. و این حرف شیخ فضل الله رو آقای صادق لاریجانی هم تکرار میکنه. اینجا در واقع ما اختلاف اساسی مواجه میشیم که یک بیان دیگرش اختلاف بین سنت و تجدد هست، و اختلاف بر سر اون چیزیه که با عصر جدید میاد و اون ایده‌ایه که در دوران روشنگری مطرح میشه. دوران عصر روشنگری عصری از قرن 17، 18، 19 و اون ایده هایی که مطرح میشه در نقد تعصبات، در نقد خرافات و در دفاع از عقل به این جنبش بزرگ، جنبش روشنگری گفته میشه. چهره های برجسته ای داره مثل ولتر و بعد یه فیلسوف بسیار ارجمند داریم این وسط که ایمانوئل کانت هست. این دوست ما آقای ایمانوئل کانت کتابی جزوه کوچیکی داره به اسم روشنگری چیست که این به فارسی چند تا ترجمه شده و توی اینترنت هم هست. من آدرس رو براتون فکر میکنم تو اون کتاب نامه دادم، ولی دوباره میدم. حتما پیشنهاد میکنم این جزوه رو بخونید، خیلی مهمه. و من فقط تیکه اولش رو به کار براتون میخونم. اینجا این جزوه اینطوری شروع میشه، میگه روشنگری خروج انسان از صغارتی است که خود بر خویش تحمیل کرده است. صغارت یعنی بچگی، زبان بستگی، کوچک بودگی. حالا این صغارت، این کوچک بودگی چیه؟ میگه ناتوانی در بکار بردن فهم خود بدون راهنمایی دیگری است. اینکه ما مغز خودمون رو به کار بیاندازیم، خودمون بتونیم بیاندیشیم. این صغارت خود تحمیلی است، اگر علت آن نه در سفیه بودن، یعنی در ابله بودن، در دیوانگی، در ساده لوحی، بلکه در فقدان عزم و شهامت در بکارگیری فهم خود بدون راهنمایی دیگری باشد. شعار روشنگری این است: سپر آده، یعنی در بکارگیری فهم خود شهامت داشته باش، یعنی با مغز خود بیاندیش. اینجا ما در یک مفهوم بسیار عمیق و بنیادی از آزادی مواجه میشیم، یعنی آزادی در تفکر در بنیادی ترینش، یعنی هر چیزی رو
خودت عمیقا بیاندیش، مستقلانه بیاندیش و فقط گردن بگذار بر استدلال درست، بر فهم درست، بر دلیل های درست. این نگرشیه که جریان بزرگ روشنگری با خودش میاره و اون حرکت آزادی خواهانه رو در این بود خودش تکمیل میکنه. این گونه آزاد بودن طبعا کار ساده‌ای نیست. خود کانت بلافاصله بعد از این تکه که براتون خوندم میگه که خیلی سخته، چون خیلی راحت صغیر بودن. میگه چه راحت است صغیر بودن. میگه خب خیلی خوبه آدم بچه باشه. مثلا اگر ما یه کتابی داشته باشیم که همه چیز رو برای ما اون تعیین کرده باشه، اگر یک کشیشی داشته باشیم که اون به جای وجدان ما خوب و بد رو تشخیص بده، و اگر یه پزشکی داشته باشیم که به ما بگه چه بخورم چه نخورم. میگه اگر همه چیز رو دیگرون برای ما چیز بکنم، ما خیلی راحت میتونیم لم بدیم، ولی این سقارت. و برخی ها این وحشتی هم که از آزادی وجود داره اینه که این آزادی مشکله در اینکه شما بخواید همه چیز رو تعیین بکنید و مسئولیت داشته باشید نسبت به این تعیین. روانشناس و متفکر آلمانی آمریکایی در قرن 20 به اسم اریش فروم کتابی داره به اسم گریز از آزادی. در اون شهر میده چگونه انسان ها از آزادی فرار میکنن. خب چرا مشکله؟ برای اینکه آنالیزش بکنیم متاسفانه فرصت نیست که این مکانیزم گریز از آزادی رو شرح بدیم، ولی بیم از این زاویه قضیه رو نگاه کنیم که در یک بودش میتونه ظاهرا ساده به نظر بیاد، وقتی که آزادی در یک بود منفیش مطرحه، یعنی وقتی که ما میگیم نباشد، مثلا سانسور نباشد، شکنجه نباشد، این نباشد، آن نباشد، به این میگیم آزادی منفی، یعنی آزادی از، همش میگه نباشد. خب اینا نباشد، حالا چه باشد؟ چی بذاریم جای این سیستم میشه آزادی در مفهوم مثبت کلمه. آزادی از رو بهش میگیم آزادی در مفهوم منفیش، آزادی برای چیزی رو، آزادی برای رو میگیم آزادی در مفهوم مثبت کلمه. و این آزادی مثبت خیلی پیچیده است که ما چه چیزی رو بگذاریم به جای این ضد ارزش ها، ضد آزادی ها، که تکرار نکنیم همه اون بند و بساط رو. این تقسیم بندی آزادی مثبت و آزادی منفی از متفکر روسی انگلیسی هست به اسم آیزایا برلین در یک کتابی به اسم که در اینجا به فارسی ترجمه شده، چهار مقاله درباره آزادی، ترجمه محمد علی موحد، نشر خوارزمی، که از کتاب‌های بسیار خوندنی هست در مورد مفهوم آزادی. باید به این توجه کنیم که آزادی همیشه آزادی در حضور دیگری هست. در بحث آزادی بسیار باید به این موضوع توجه داشت.
انسان به تنهایی اگر در یک جزیره مثل روبینسون کروزوه زندگی میکرد آزادی مطرح نداشت. آزادی وقتی که دیگری هم باشه و چون دیگری هست آزادی محدود میشه. در این حال باید توجه کنیم که وجود دیگری شرط تحقق آزادی منه. به این پیچیدگی آزادی در حضور دیگری و حضور دیگری در معنای محدود کردن آزادی به اصطلاح بهش میگیم دیالکتیک آزادی. وقتی میگیم حضور یعنی با هم بودن، فورا ذهنمون متوجه یک کنتکست تاریخی میشه، اینه که خود مفهوم آزادی با این نحوه با هم بودن عوض شده. در همه اینها رو که ما بیایم نگاه کنیم میبینیم که بسته به نوع هم بود این آزادی معنایی پیدا میکنه. مثلا در جامعه قبیله‌ای معنایی نداره، همه اعضا معلومه چه نقشی رو میخوان ایفا کنن، ولی در شهر مدرن هست که به عنوان یک مفهوم کانونی مطرح میشه. یک جنبه دیگه از این دیالکتیک آزادی و دیالکتیک آزادی رابطه ای است که آزادی با سیستم داره. یعنی ما میایم از یک سیستمی انتقاد میکنیم و بعد این سیستم رو متحول میکنیم، از سیستم یک میرسیم به سیستم دو و در اونجا آزادی رو متحقق میکنیم، آزادی بیشتری رو. بعد خود این سیستم دو دوباره با یک محدودیت های مواجه است، دوباره از این به این سیستم دو انتقاد میکنیم، سیستم دو رو دگرگون میکنیم، میرسیم به سیستم سه که در اونجا انتظار داریم که آزادی بیشتری متحقق بشه و دوباره این جریان تکرار میشه. یعنی ما همواره یه دیالکتیک، یک تضادمندی در اینجا داریم بین آزادی و سیستم و پویش اینها در واقع میشه تاریخ آزادی. آزادی حق میاد در مفهوم مثبت خودش، میاد در قانون متحقق میشه وقتی سامان شهر رو، شهروندی رو و کشور رو در نظر بگیریم و اون محتوای مثبت هست که به صورت سیستم خودش رو نشون میده، یعنی آزادی که تبدیل به سیستم شده و بعد دوباره ما این پروسه انتقادی رو میبینیم به صورت تغییر قانون. قانون آرزوی ایرانیان بود در عصر مشروطیت و خیال میکردن رمز پیشرفت کشور در این هست که به این کلمه متحقق بشه، یعنی یک کلمه قانون و دیگه همه مسائل حل میشه. انتظاری که از قانون داشتن این بود که دولت ازش فرمانداری کنه، برابری وجود داشته باشه در برابر اون، نظم برقرار بشه و در ادامه ما الان میگیم که عدالت برقرار بشه و امروز میگیم حقوق بشر متحقق بشه. خب یکی از شرط‌های تحقق همه این ایدئال‌ها در مورد آزادی و قانون، یکی از شرط‌هاش این جدایی دین و دولت است. علتش این هست که تا زمانی که این درامیختگی وجود داره، الگویی که حاکم هست همون الگوی
تعیین شدن توسط دیگری هست، در صورتی که ما الگویی که میخوایم این الگوی اوتونومی هست، الگوی خودمختاری هست، الگویی است که جامعه خودش رو بتونه تعیین بکنه. اگر توجه کنید برخورد کردیم که این ایده آزادی با ایده مساوات و هم گره خوردن و به ایده عدالت گره خوردن. جایی که عدالت وجود نداره نمیتونه آزادی وجود داشته باشه. چرا؟ چون فقدان عدالت به معنی تبعیض و تبعیض به معنی محدودیت هایی است که برای انسان هایی در نظر میگیریم، و وقتی بخش هایی از یک جامعه که حتما بخش های کثیری از اون خواهد بود در اسارت، در تبعیض به سر ببرن، کل اون جامعه در اسارت به سر ببرن. ایده عدالت رو ما قبلا کمی در مورد صحبت کردیم، اگر یادتون باشه از نام بردیم، از فیلسوف امریکایی به اسم جان رالز، و گفتیم که عدالت در جای برقراره که همه برخوردار باشند از حق برابر، از برای بهره بری از گسترده ترین زمینه بنیاد آزادی و حقی که همسان باشه با دیگری، همخوان باشه با زمینه یکسان برای بقیه اهالی. و همینطور گفتیم که جان رالز میگه نابرابری های اجتماعی و اقتصادی رو باید به گونه ای شکل داد، سامان داد، مدیریت کرد که فکر کنیم به سود همگانه. و بلافاصله اضافه میکنه، میگه با موقعیت ها و منصب هایی در پیوند باشند که به روی همگان گشوده باشند، یعنی شانس برابر. در صحبتی که من داشتم در بحث دیالکتیک آزادی و بحث آزادی و حضور، بنیادهای نظری این بحث رو فکر میکنم من گفتم. مثلا آزادی در حضور دیگریه، یعنی آزادی در غیاب دیگری نیست. آزادی وقتی در حضور دیگری هست یعنی اینکه من باید رعایت بکنم، یعنی باید در نظر بگیرم، و این در نظر گرفتن و رعایت کردن خود به خود باعث میشه من حد بگذارم بر آزادی خودم. ولی در کنار این ما چیزهای دیگه داریم، مثل داریم ایده مساوات رو داریم، یعنی همه انسان ها برابرن، به این معنی هست که کسی نمیتونه بگه حدگذار در جامعه منم، آزادی هست ولی حدش رو من تعیین میکنم. خب فورا میپرسیم شما کی هستید که قرار اینقدر اهمیت دارید، اینقدر ارج دارید که حد رو تعیین بکنید؟ میگه من مهمم، شاهم، از یه نژاد دیگه‌ام، از آسمون آمدم، به امام زمان متصل هستم، ولی فقیه هستم. خب این چیزا رو اصل جدید نمیپذیره، همه چیز باید از خود جامعه باید بیاد. یعنی برگردیم به اون ایده در واقع خود بنیادی، اون الگوی شماره یک. پس آزادی در حضور و آزادی با رعایت و در نظر گرفتن همراست، و این در نظر گرفتن، در نظر گرفتن متقابله، یعنی من در نظر میگیرم شما رو و شما هم در نظر میگیرید من رو، و ما اساساً مساوی هستیم.
و هیچ کس دیگه این وسط نباید بیاد دخالت کنه، بگه من بر فراز قرار میگیرم و رابطه شما رو تعیین میکنم. ما میایم این رعایت کردن رو و این در نظر گرفتن رو میایم قاعده مندش میکنیم، یعنی به میل من نباشه، ما میایم براش قاعده میگذاریم، یعنی قانون مندش میکنیم. در اینجاست که میگیم آزادی میره در چارچوب قانون. قانون هم گفتیم یک امر پویاست، در حرکته، چون قانون گفتیم ربطش دادیم به سیستم. سیستم درش آزادی متحقق میشه و در این حال آزادی را میبنده، محدود میکنه و حتی میتونه خفه کنه. در اینجاست که فاصله وجود داره و انتقاد و دگرگون کردن سیستم تا ما به یه سیستم دیگه برسیم و مدام ببینیم که چگونه میتونیم این رو متحقق کنیم و پیش بریم. بنابراین ما به یک سیستمی نمیرسیم که در اون سیستم برای یک بار برای همیشه آزادی درش متحقق شده باشه. ما این پویش رو مدام داریم و هر نسلی در هر مرحله از رشد اجتماعی میبایست این پویش رو انجام بده و رابطه خودش رو و حد آزادی خودش رو به نوعی معلوم کنه. همه جا آزادی حدی داره و بی قید و شرط نیست، ولی این قید و شرط رو خود مردم، خود اهالی تعیین میکنه. آزادی طبعا با فرهنگ همراه است، یعنی یک ظرفیت های فرهنگی ما نیاز داریم برای اینکه آزادی در شکل مطلوب خودش متحقق بشه. ولی از طرف دیگه برای اینکه یک فرهنگی به آزادی اجازه بروز بده، پیشا پیش باید برخی از قید و بندها از روش برداشته بشه. یعنی مثلا در نظر بگیریم فرهنگ یک جامعه سنتی رو، مثلا افغانستان رو، که مثلا در شکل خیلی نابهنجارش در نزد طالبان ما میبینیم، یا اون فرهنگ ایرانی به اون صورت که مثلا یک کسی مثل آقای صادق لاریجانی بخواد نمایندگیش بکنه، تا وقتی که این طالبان یا کسانی مثل لاریجانی حکومت میکنن، این فرهنگ هی از آزادی هم دورتر میشه و حتی از اون بنیادهای خودش هم دورتر میشه. شما ببینید، در نظر بگیرید که در همین چند ماه پیش یک نمونه خیلی بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد که اینا حتی کتاب نظامی گنجوی رو هم میخواستن سانسور بکنن، بخشهایشو. اگر دست اینها بود به حافظ هم اجازه چاپ نمیدادن، به سعدی هم اجازه چاپ نمیدادن. همین کلیات سعدی که شما میرید از کتاب فروشی میخرید، این سانسور شده است، بخشایی از سعدی درش نیست. و بسیاری از آثار که ارجمندی که مال این فرهنگ هست، مال این سنت هست، میبینیم که اجازه چاپ پیدا نمیکنه. بنابراین اینها نمیتونن بیان بگن ما نماینده فرهنگیم، نماینده بخش عقب مونده و متأخر فرهنگ هستند که میخوان این رو محدود کنن و جلوی این پویش رو بگیرن. وقتی که حداقلی از آزادی ها وجود داشته باشه، مثل چی؟ مثل دادن رسانه،
حق اجتماع و مسئولیت جسمی، یعنی شلاق نزنن من رو، دست و پا قطع نکنن، به سلول انفرادی نیاندازن. این حقوق وجود داشته باشه، اون موقع ما میبینیم که چقدر فرهنگ شکوفا میشه و چقدر ما میتونیم دستاورد داشته باشیم و خیلی راحت اینها به عقب رونده میشن. شما نگاه کنید که مثلا بسیاری از رفتارها در 40 سال پیش ایران بسیار پیشرفته تر الان تا اکنون، به خاطر این تبلیغات و این فشارهایی که اینها وارد میکنن. پس درسته ما نسبیت فرهنگی در حد خیلی محدود کلمه درسته، یعنی توجه میکنه که فرهنگ ها با هم دیگه فرق دارن. یه فرهنگ کنفوسیوسی، یعنی فرهنگی مثل فرهنگ چینی که احترام به سنت و پدر مادر و نیاکان خیلی درش مهمه نسبت به ایندیویدوالیزم مثلا اروپایی، خب اینا تفاوت دارن. ولی اون چیزی که جان رالز بهش میگه زمینه های بنیاد آزادی، این امری مستقل از فرهنگ، یعنی هیچ با هیچ گونه نسبیت فرهنگی ما نمیتونیم ثابت کنیم که مردم سوریه حقشونه که زیر چکمه ارتشیان این حکومت جنایتکار بمونن و این حکومت اسد اجازه داشته باشه به این صورت خونریزی کنه که این روزها میبینید که شهرها رو بمباران کرده. یعنی ببینید با این مردم خودشون چه کار داره میکنن، مردمی که چیزی نمیخوان جز حق تعیین سرنوشت.